بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان مهربان سلام. خب تاکر دیدیم اولین کاری که زمانی که مسابقه آغاز بشه اینه که قرعه کشی میشه، هر طرفی که برنده بشه و باز تاکر میشونه، یعنی باید اونا ولایت قندار فعلا پنج پهلوان بشونن و پنج پهلوان مقابل اونا از ولایت هرات برند میشه. دو روزه که تاکر پهلوانان ولایت هرات برنده میشه و نگفته نمونه که دیروز هم مسابقات به نفع پهلوانان ولایت هرات شد طبق گفتهای بزرگان میدان گوشتی ولایت قندار. امروز ببینیم مسابقات ما چی میشه و تا چند ثانیه دیگه مسابقات آغاز میشه. با ما همراه باشیم ببینیم کیا مسابقه میکنن. من به اتفاق همکار خود آقای سادات سلامی دارم خدمت شما بیننده های عزیز. مسابقه هایی که قراره با شما بیننده باشیم، مهیبالای رحمانی همراه با پهلوانی از قندهار با سرمربیگیری خالد پهلوان و همچنین احسان از کلپ آریا با سرمربیگیری جاویدجان امیری. قبل از اینکه مسابقات آغاز بشه خوبه که مروری داشته باشیم به قسمت گذشته و اولین روز مسابقات هرات قندهار. در اولین روز صفی الله پهلوان زاده از کلپ نظرگاه که تحت نظر استاد عبدالله تمرین میکنه وارد مسابقه با رسول پهلوان، یکی از پهلوانان نامدار ولایت قندهار شد که این گونه حریف با زنگه راسته شکست داد و یکی از مسابقات حساس و پرهیجان این میدان همین مسابقه صفی الله با رسول پهلوان بود. رسول پهلوان یکی از کسانیه که میشه گفت که تمام کسانی که در این میدان حضور پیدا کرده بودند به خاطر اینکه بیننده این مسابقه باشند حتی حاضر بودند که از سر دیوارهایی که بالا شده بودند هم بیایند به پی بیایند، یعنی که طرفداران زیادی داره و صفی الله پهلوان زاده این گونه در هر دو راوند این پهلوان قدرتمند قندهار شکست داد و این مسابقه در روز اول باعث پیروزی ولایت هرات شد. یعنی صفی الله توانست که با حرکات جالب و با مهارت‌های خاصی که داره حریف شکست بده و باعث پیروزی ولایت هرات بشه. در کنار صفی الله مسابقه دیگه‌ای که نشر شد از همایون پهلوان، یکی از پهلوانان نامدار و مشهور ولایت فرا بود که میشه گفت از قهرمانان جهانه که این مسابقه مساویانه به پیش رفت و یک راوند همایون پیروز شد و راوند بعدی هم کسی که شما در تصویر می‌بینیم و کسی که مسابقه رو دیدیم پهلوان ولایت قندهار. قبل از اینکه البته ما سراغ مسابقات امروز خود بریم، جاویدجان عزیز صحبت‌های با همایون پهلوان داره، ببینیم که چی باعث شده که قهرمان جهان در چنین مسابقات یک مسابقه مساویانه به پیش ببره. دوستان مهربان، در کنار پهلوانان ولایت فرا هستیم. همایون اجرت عضو تیم منتخب ولایت فرا و شخصی که همیشه در میدان‌های گوشتی بین ولایت هم برگزار میکنه اشتراک کرده و حتی مسابقات بین‌المللی هم داشته که نایب قهرمان جهان شده. خوش آمدید میگیم همایون جان به میدان پهلوانی ولایت قندهار. سلامت باشی برادر جان، تشکر، زنده باشی، خیر بمی. زنده باشیم همایون جان. امروز قراره باز هم مسابقه بین پهلوانان ولایت هرات و پهلوانان ولایت قندهار برگزار بشه. شما آمدیم تا امروز کی مسابقه بکنیم؟ امروز پهلوانان ولایت قندهار یا ولایت هرات؟ ما دیگه آمادگی خود گرفتیم دیگه به خاطر از اینکه هرات و فرا یک طرف هستن، قندهار و هلمند و چند ولایت و ولسوالی دیگه به یک طرف هستن، دیگه امروز قندهار گوشتی میکنیم بر روی تک میشینیم. درست، یک مسابقه هم دیروز از شما نشر شده
مسابقه خوب مساوی کردین، یک بار به حرکت اسکارد حریف خود شکست دادیم و یک بار هم به حرکت زنگه چپه باگذار کردیم مسابقه. اما این اجرت از جمله ورزشکارای نیه که با حرکت های زنگه چپه به اوسونی به زمین بخوره. چی شد که دیروز مسابقه خوب همینجان باگذار کرد؟ به خاطر از اینکه گشتی از اینا که هست گشتی معلی هستن، به سطح از اینا هستن، به سطح بین المللی نیستن و به سطح ولایت های فرا و ایرات و بادغیس به زیست ولایت های رقم از اینا نیه. دیگه به خاطر از اینکه ما بند موندیم خود از اینا، به خاطر از اینا که دست هم راه میکنه رو زمین هم حمله میزنه، تا دیروز شد که یک دفعه پامو به خود دست بگرفتم. دیگه خاطر از این زمین خوردم. فول نیه همه اینجا نیکارا ای اصلا به نظر خود ما که گشتی اینا میگرن به سر را سر جهان فول گشتی از اینا تمام از اینا به سب برابر نیه. چرا به قانون های گشتی از این امرو از اینا مسابقه میکنه همه اینجا؟ به خاطر از این ما اینجا میایم مسابقه میکنم امرو از اینا که اینا هم که تشویق شوند که تو مردم میایم امرو ما مسابقه میکنه و اینا هم آماده باشن به مسابقات تیم ملی و بیرون مرزی و مسابقات بین المللی بیا ببینه استایل گشتی ما هم ببینه که ما چه رقم خدای از اینا گشتی میگیرن. روابط خوب باشه. روابط خوب باشه، روابط ما از اینا روابط یک روابط دوستانه باشه. امروز هم مسابقه میکنم ان شاء الله. ان شاء الله آماده هستم، ان شاء الله سعی کنم چه مش. بخیر باشین. تشکر. تشکر برادر. دوستان مهربان، مسابقات ما ادامه داره، با ما همراه باش. بله بیننده های عزیز، حضور پر جمع و جوش مردم ورزش دوست ولایت قندهار رو میبینیم که حتی از سایر ولایات و از کشور پاکستان هم به اینجا تشریف آوردن جهت دیدن مسابقات جذاب پهلوانی هرات، قندهار و فرا و مسابقات جالبی که برگزار شد. طوری که شما عزیزان در تصویر میبینیم چقدر شور و انگیزه و اشتیاق باعث شده که آنها را حتی در این مکان در فضای صلح و دوستی و آرامش و صمیمیت گرده هم آورده. بله آسیب جان، میله شالمار در ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار و میشه گفت که هر سال یک بار برگزار میشه و مدت 9 روز ادامه داره. اولین مسابقه و اولین کسی که قرار در میدان همچنان حضور داشته باشه ببینیم که محیب پهلوان رفته سراغ حریف خود. محیب الله رحمانی از کلب پهلوانی السادات، خواهرزاده حجی وحید احمد پهلوان، از جمله پهلوانان سرشناس و نامدار ولایت هرات که زیر نظر مامای خودش تمرین میکنه و در این اواخر خیلی نام کشیده و خیلی با انگیزه و با انرژی مسابقه انجام میده و ببینیم که مسابقه او مقابل پهلوانی از ولایت قندهار چگونه به اتمام خواهد رسید. مردم همچنان منتظر این هستند تا ببینند که سرانجام این مسابقه و نتیجه نهایی چگونه و به سود کی به اتمام خواهد رسید. میبینیم در تصویر محیب رحمانی بلند شده تا با مسابقه بپردازه همراه حریفی از ولایت قندهار. ببینیم که این تقابل چی میشه و کدام یک موفق میشه در راند اول به برتری برسه. تک اول ولایت قندهار شون و مقابل و حریف های از ولایت هرات بلند شد، زنگه را استفاده میکنه و نمیشه. راند اول مسابقه و گذار میکنه و محیب که کمر به زمین زده میشه. در تکرار صحنه خواهیم دید که چگونه از حرکت زنگه میرفت استفاده کنه، موفق نبود، مورد تشویق هم قرار میگیره. ببینیم که چگونه نکاتی که باید در روند دوم به کار بگیره این ورزشکار که در مقابل محیب رحمانی وارد میدان مسابقه شده مربی و یادآوری میکنه. در صحنه آیسته ببینیم چگونه میرفت تا او را از جا بلند بکنه، موفق نبود و سپس کمر محیب به زمین زده میشه و راند اول به نفع ورزشکار از ولایت قندهار. بله طوری که میبینیم محیب الله و حریفی و یک استراحتی را خواهند داشت تا اینکه بلند بشند و به مسابقه بپردازند. در ولسوالی ارغنداب
این ولایت سفر کرده تا مقابل پهلوانان ولایت قندهار به مسابقه بپردازه. ماهیبالای رحمانی که در مسابقات انتخابی سال گذشته که بین پهلوانان ولایت هرات تحت نام تیم منتخب پهلوانی ولایت هرات برگزار شد تا فینال خوش درخشید و در فینال هم همچنان به درخشش خود خواهی ادامه داد و مقابل نادر صوفی‌زاده قهرمان آسیا موفق شد که به پیروزی برسه و مسابقات جالبی را انجام داد. خب حالا راوند دوم مسابقه آغاز شده. ماهی از حرکت زنگه راسته استفاده میکنه. چی شد؟ یک لحظه ببینیم. اعتراض میکنه هر دو ورزشکار و حالا نه خیر، نباید از همچون حرکت های استفاده بکنیم در هنگام مسابقه. و حالا هر دو ورزشکار بلند میشم و همه دورم جمع شدم. واقعا که کار خیلی خوبی نبود از ورزشکار ولایت قندهار و هر دو ورزشکار حالا باید مسابقه را آغاز کنم. البته یک چیز نگفته نمونه، زمانی که ورزشکار استاده میشه باید داور مسابقه بگه که من استاده میشم تا حریف یا متوجه بشه. شما ببینیم زمانی که استاده میشن هر دو ورزشکار باید یادآوری بکنن که بله داور را صدا بکنن که استاد میشم و من کدام مشکل دارم. طبق گفته های هر دو مربی و به تفاهمی که رسیدم این مسابقه به نفع هیچ کدام بود و مسابقه 1-0 به نفع ورزشکاری از ولایت قندهار میشه. مسابقه ببینیم که حالا آغاز شده. در راوند بعدی محیب رحمانی موفق میشه کمر حریف خور به زمین بزنه و مسابقه رو به تساوی بکشانه. خیلی سریع از حرکت کدش استفاده کرد. یکی از قانونهایی که به میدان گشتی بین اردوم مسئولین یا اردو عزیزی که مسئول برگزاری این مسابقات بودم تصمیم گرفته شده که زمانی که دو ورزشکار وارد میدان مسابقه میشه یک یک میشن، مسابقه به تساوی میشه و مسابقه به اتمام میرسه. امیدواریم که شما عزیزان هم تا اینجای کار از دیدن مسابقات پهلوانی در ارغنداب ولایت قندهار لذت برده باشید. شما بیننده مسابقات جالب هرات قندهار هستین و کسی که امروز در اینجا وارد میدان شده یکی از جوانان خوب و قدرتمند ولایت هرات که در تجربه چندانی در مسابقات خارجی یعنی خارج از ولایت هرات نداره، اما این بار برای اولین بار در ولایت قندهار حضور پیدا کرده تا اینکه با پهلوانان ولایت قندهار وارد مسابقه بشه. احسان پهلوان، ببینیم که چگونه این مسابقه به پایان خواهد رساند. اگر این مسابقه به نفع احسان به پایان برسه بدون شک که احسان میشه گفت که در آینده در مسابقاتی هم که به سایر ولایات هم برگزار میشه حضور خواهد یافت و البته قدرتمند حضور خواهد یافت و با نام و نشانی. احسان با لباس قهوه‌ای مقابل حریف خودش با لباس نسواری که حریف او از ولایت قندهار به میدان آمده، ببینیم که آیا موفق میشه که مقابل یکی از پهلوانان قدرتمند ولایت قندهار پیروزی رو به دست بیاره یا خیر. طوری که دیده میشه هر دو محتاطانه کار میکنن و از احتیاطهای لازم کار میگیرن تا مبادا لغزش صورت بگیره و مسابقه در روند اول ببازن، چرا که مسابقات ولایتی خیلی حساسه و از هر نگاه میشه گفت نفسگیر و جذابه. بله اسیب جان، جا داره که در رابطه به میله شالامار من معلومات بدم. این میله همونطور که گفتم همزمان با البته همه ساله برگزار میشه، همه ساله با برداشت توت و یکی از دلایلی که شالامار میگن یعنی جشن توت به خاطر اینه که در اینجا توت زیاد وجود داره و مردم از سایر نقاط ولایت قندهار به ولسوالی ارغنداب میرن تا اینکه از توتی که داره بخورن و لذت ببرن. برای مسابقه همچنان جریان داره و بنایی میشه گفت کمی طول کشیده.
محمد احسان فرصت ایره داره تا کمر حریفه رو به زمین بزنه و نامی برای خودش دست و پا بکنه و با انگیزه از قندهار به هرات سفر بکنه که اینجا موفق میشه در روند اول پیروز مسابقه بشه و در مقابل ورزشکاری از ولایت قندهار یک راندر پیش میایه. بله، این گونه اند پهلوانان ولایت هرات. چه یک زنگه پرمزه و زنگه شیرین استفاده کرد. ببینیم این میشه گفت که کشتی شیرین یک بار که بلند کرد موفق نشد و بار دوم باز هم از همان حرکت پرهیجان و حرکت زیبایی که داشت استفاده کرد احسان و باعث شد در راند اول در اینجا به پیروزی برسه. اینجا میشه گفت که احسان از خود نامی بر جای گذاشت و مردمانی که در گوشه و کنار این میدانم همگی احسان احسان صدا میکردن و به دنبالی بودن که اصلا احسان از کجا هست، از کدام کلب و چگونه شده که اولین باری که او میبینن توانسته از پهلوانان قدرتمند ولایت قندهار این گونه با حرکت زنگی به زمین بزنه. بله، این پهلوان ولایت قندهار رو در تصویر شما عزیزان میبینیم که حالا بلند شده تا مقابل محمد احسان در روند دوم پاسخ بده شکست روند اول رو و بتانه که پیروز بشه. روند اول رو شکست خورده و حالا فرصت دیگری برای او باقی مانده که اگر بتانه مقابل محمد احسان به پیروزی برسه مسابقه یک بر یک میشه. اما طوری که میبینیم محمد احسان خیلی پیشتاز و قدرتمندانه ظاهر میشه که اینجا حریف او اجازه نمیده که مسابقه به پیروزی تمام بکنه. محمد احسان در تکرار صحنه ببینیم بعد از اینکه اجازه کار داده شد احسان بود که میرفت به پیروزی برسه، اما حریف او خیلی قدرتمندانه و با انرژی ظاهر شد و کجر استفاده کرد و کمر احسان رو به زمین زد و یک روند دیگر هم ببینیم که باقی هست یا خیر. آسیب جان، روند دیگری در کار نخواهد بود، چرا که به هر ولایتی که ما سفر میکنیم البته توافق به این شده که مسابقه اگر یک بر یک مساوی به پیش بره روند بعدی در کار نباشه و مسابقه مساوی اعلان بکنن. تشکر از حضور همه شما، قسمت هایی از برنده شدن، قسمت هایی از خوردن و در کل مسابقاتی که برگزار شده با هم میبینیم. با دیدن اینا شما رو به خداوند پاک و بی‌نیاز میسپارم. همچنان منتظر برنامه های جالب ما که در هرات بین هرات و قندهار برگزار شده بود باشید.